سرخط خبرها. جبهه مقاومت با تازه ترین و پیشرفته ترین امکانات نظامی مجهز شده است و همچنان با تمام اعضای کابینه موقت طالبان یکه یکه آشنا شوید و همچنان واکنش لینا روزبه حیدری به وزیر تحصیلات عالی طالبان. سلام، به کانال ما خوش آمدید. با اعضای کابینه موقت طالبان آشنا شوید. رهبر و رئیس دولت امارات اسلامی ملا هبت الله اخوندزاده در دوره امارات اسلامی افغانستان در سالهای 1996 الا 2001 اخوندزاده به عنوان عضو کمیته امر بالمعروف و نهی از منکر منصوب شد. پس از حمله ائتلاف بین المللی به رهبری ایالات متحده در سال 2001 اخوندزاده رئیس شورای علمای طالبان شد. در سال 2015 به عنوان معاون رهبر طالبان ارتقا یافت. و تاریخ 25 ماه می سال 2016 هبت الله اخوندزاده به عنوان رهبر و فرمانده جدید گروه طالبان اعلام شد و عنوان امیرالمؤمنین به وی داده شد. طالبان از 15 اگست 2021 حاکمیت در افغانستان را به دست دارند. در حال حاضر هیچ سند و شواهد جدی مبنی بر زنده بودن هبت الله اخوندزاده وجود ندارد. رئیس الوزراء صدر اعظم ملا حسن اخوند، قوم پشتون. رئیس شورای رهبری طالبان در دوره امارت اسلامی افغانستان در سالهای 1996-2001 به عنوان معاون اول رئیس شورای وزیران وزیر امور خارجه والی قندهار فعالیت کرده است. او مشاور سیاسی ملا محمد عمر بود. از جنوری سال 2001 بدین سو تحت تحریم های سازمان ملل قرار دارد. معاون نخست رئیس الوزراء ملا عبدالغنی برادر، قوم پشتون. یکی از بنیانگذاران طالبان در سال 1994، معاون ملا محمد عمر احتمالاً خشاوند او و رئیس شورای کویته، رئیس شاخه سیاسی طالبان در دوحه. او در فوریه سال 2020 در قطر توافقی را با ایالات متحده امضا کرد و در بهار 2021 برای مشاوره در مورد حل و فصل وضعیت افغانستان به مسکو سفر کرد. در دوران حکومت امارات اسلامی افغانستان 1996-2001 وی پست های مختلف از جمله والی هرات و نیمروز و فرماندهی سپاه نظامی در غرب افغانستان را بر عهده داشته است. در سال 2010 وی توسط نیروهای ویژه پاکستان و ایالات متحده در کراچی اسیر شد و در اسلام آباد زندانی شد. در سال 2018 از زندان پاکستان آزاد شد و به عنوان رئیس دفتر سیاسی جنبش طالبان در دوحه منصوب شد. از سال 2001 بدین سو در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد. معاون دوم رئیس الوزراء مولوی عبدالسلام حنفی، قوم ازبک. وی شخصا توسط ملا عمر و شورای عالی منصوب شد. معاون دفتر سیاسی طالبان در قطر در دوره امارت اسلامی افغانستان در سالهای 1996-2001 به عنوان معاون وزیر معارف کار کرده است. از سال 2001 در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد. رئیس اداره امور ملا احمد جان احمدی، چهره نامعلوم، قوم پشتون. وزیران حکومت جدید کیها هستند؟ وزیر خارجه امیرخان متقی، قوم پشتون. در دوران امارات اسلامی افغانستان در سالهای 1996 الا 2001 به عنوان وزیر اطلاعات و فرهنگ و همزمان با آن به عنوان سخنگوی حکومت امارات اسلامی افغانستان کار کرده است. در کارهای تبلیغاتی و رسانه‌ای طالبان نقش مهمی داشت. از ماه جون سال 2007 عضویت شورای عالی طالبان را دریافت کرد. در سال 2001 شامل فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد شد. معاون وزیر خارجه شیر محمد عباس تانکزی، قوم پشتون. در سالهای 1980 و آغاز دهه 90 فرماندهی جبهه جنوب غرب اتحاد اسلامی برای آزادی افغانستان را بر عهده داشت. در دوران امارت اسلامی افغانستان در سالهای 1996 الا 2001 به عنوان معاون وزیر صحت و معاون وزیر خارجه کار کرده است. تا سال 2019 رئیس دفتر سیاسی جنبش طالبان در دوحه بود. از سال 2019 بعدین سو به عنوان معاون دفتر سیاسی طالبان در دوحه فعالیت داشت. از سال 2001 بدین سو در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد.
وزیر دفاع ملا محمد یعقوب، قوم پشتون، پسر ملا عمر، بنیانگذار گروه طالبان که در سال 2013 کشته شد، در کنار ملا برادر در سال 2020 به عنوان معاون هبت الله اخوندزاده گماشته شد و رئیس کمیته نظامی طالبان بود. در دوران امارت اسلامی افغانستان در سالهای 1996 الا 2001 ریاست آژانس اطلاعاتی باختر را بر عهده داشت. از سال 2001 بدین سو در فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد. معاون وزارت دفاع ملا محمد فاضل اخوند، قوم پشتون، معاون وزیر دفاع امارت اسلامی افغانستان در سالهای 1996 الا 2001 گفته می شود که وی مسئول کشتار جمعی هزاره شیعه در سالهای 1996 الا 2001 و اعدام 8 دیپلمات ایرانی در مزار شریف. وی در سال 2001 در نتیجه حمله امریکایی ها به افغانستان بازداشت شد و از سال 2002 الا سال 2014 در زندان گوانتانامو زندانی بود. وزیر داخله سراج الدین حقانی، قوم پشتون، پسر جلال الدین حقانی، بنیانگذار سازمان تروریستی شبکه حقانی، شاخه تندرو طالبان، رئیس شبکه حقانی، یکی از رهبران شورای کویته، گفته می شود که وی روابط نزدیک با القاعده، گروه تروریستی ممنوع در روسیه دارد. بر اساس اطلاعات رسانه ها، پس از تصرف کابل به تاریخ 15 اگست، وی مسئول وضعیت شهر کابل است. وی شمار زیادی از حملات تروریستی من جمله حمله بر هتل سیرینا و کابل را سازماندهی کرده است. وزارت خارجه آمریکا وی را به عنوان تروریست جهانی خطرناک با انعام نقدی 10 میلیون دلار در بدل تسلیم دهی وی اعلام کرده است. وی با طرح‌ریزی حمله به جای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در ماه اپریل سال 2008 اعتراف کرده است که از سال 2007 و این سو فهرست تحریم های سازمان ملل متحد قرار دارد. خب دوستان عزیز، قسمی که اعضای کابینه را دیدید و شنیدید، بخش دومش را برایتان در ویدیو بعدی و نشر می سپارم. از این که خسته نشوید و مطلب دیگر می پردازیم. حالا می پردازیم به خبری که باورتان نخواهد شد. جبهه مقاومت با تازه ترین امکانات نظامی مجهز شده است. تصاویر از امکانات پیشرفته استخباراتی، نظامی و مخابراتی جبهه مقاومت پنشیر و دست آماج نیوز قرار گرفته است. با گزارش سپوتنیک، آماج نیوز با تازه ترین تصاویر از امکانات پیشرفته استخباراتی، نظامی و مخابراتی جبهه مقاومت پنشیر دست یافته است که به دلیل سری بودن آن قابل نشر نیست. این خبرگزاری می افزاید که منابع از جبهه مقاومت از ادامه استادگی در برابر طالبان سخن می زنند. و حالا می پردازیم به نوشته های لینا رضوه حیدری به وزیر تحصیلات عالی. خطابه وزیر تحصیلات عالی طالبان را دیدم و جای تعجب نیست که به جای تحصیلات عالی او در مورد مذهب صحبت می کند، چون او و جز مذهب چیزی نمی دارد. همه اعضای کابینه، ملا و مولوی و شیخ و غیره هستند. انتظار خطابه های این گونه را از سرپرستان وزارت اقتصاد و مالیه و غیره هم داشته باشید که مشابه این خطابه ها خواهد بود. مثلا اگر خدا نمی خواهد اقتصاد شما خوب باشد، شما باید تن بر رضای خدا بدهید و زیاد شتلک نزنید که اقتصاد خود را بهتر سازید. اگر خدا باران نمی فرستد که مزرعه هایتان آبیاری شود و خشکسالی است، این را نشانه رحمت خدا بدانید، چون این نشانه است که خدا می خواهد کوکنار کش کنید که با باران و آب کمتر نیاز دارد. اگر ارزش پولتان در بازارهای جهان کاهش یافته است و سقوط کرده است، اصلا نگران نباشید، چون مقامتان در روز آخرت به همان اندازه بالا می رود و غیره.